برخی از اتهام ها انقدر تکراری شدن که تقریبا در همه احکام میشه دیدشون. یکی از این اتهام ها اقدام علیه امنیت ملی یا کشور هست. چطور فعالیت در فضای مجازی یا شعار دادن و یا اعتراض کردن به حکم دادگاه اقدام علیه امنیت به حساب میاد؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. به طور کلی قوه قضاییه ایران و قاضیان سنگدلش هر با یه تفسیر موسع از قانون سعی میکنن که هر اقدامی رو که خوشایندشون نباشه خود سرانه به این عنوان که این در واقع اجتماع تبانی علیه امنیت کشور هست زندانی رو یا در واقع متهم رو محکوم بکنن و به هر حال سالهای زندگی عمدتا جوانی اونا رو از اونا بگیرن. این روشی هستش که سالهاست ادامه داره و همچنین شما میفرمایید در واقع به یه روال معمول تبدیل شده. تمام دستگاه قضایی ایران تمام اقداماتش خودسرانه است و قاضی ها هم در همین رابطه بسیار خودسرانه عمل میکنن و هیچ مبنایی وجود نداره که بر اون مبنا در واقع نتونن این گونه تفسیر کنن و این گونه در واقع حکم بدن. آقای نایب هاشم، برگردیم به موضوع خودکشی در زندان ها. البته موضوع جدیدی نیست، از قبل بوده، اما بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی به طرز چشمگیری هم زیاد شده هم رسانه‌ای شده. مگه مسئولیت فردی که در بازداشت هست یا در زندان هست با قوه قضاییه نیست؟ چطور قوه قضاییه نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه انقدر فشار داره میاره که بعضن زندانیان غیر سیاسی هم دست به خودکشی میزنن؟ بله، به طور کلی خب سیاست جمهوری اسلامی و از جمله قوه قضاییش در این ارتباط هستش که جو ارعاب در جامعه به وجود بیاره که دوباره این خیزش موج دومش آغاز نشه و در تمام کوششش رو هم در رابطه با اعدام‌های فراوان که حالا به عنوان اعدام درمانی هست این جمهوری اعدامی ازش یاد میشه انجام میده و همین که شرایطی رو به وجود میاره که خب اون زندانی دست به خودکشی بزنه درون زندان و حتی پس از زندان. یعنی مسلمه که حد شکنجه درون جمهوری اسلامی در حدیه که زندانی رو بیتاب میکنه و دست به این اقدام میزنه و متاسفانه آمار خودکشی در زندان‌ها نسبت به متوسط جامعه به مراتب بالاتره و این قابل پیگیری است. همونجوری که شما فرمودید مسئول این اعدام‌ها، خودکشی‌ها، تمام مرگ در زندان قوه قضاییه است، چون اونها زندانیان در واقع امانت خانواده و امانت جامعه هستند در نظام جمهوری اسلامی و در زندان ها و اونها موظف هستن مطابق قواعد نلسون ماندلا که خودشون در واقع به اون متعهد اعلام کردن تمام شرایط رو به وجود بیارن که شرایط زیستی زندانی با شرایطش در بیرون از زندان تفاوتی نداشته باشه. خب البته اگه با این شرایط در بیرون از زندان هم مردم تحت شکنجه هستن به نوع دیگه، برای همین شرایط یکی هست براشون. سوال اینجا هستش که اصلا حکم قضایی برای اینکه زندان داشته باشه یا در واقع جریمه بکنن به خاطر اینکه تأدیب بشه. حالا اون اوایل انقلاب که میگفتن زندان ها باید دانشگاه بشه و کمک بکنه برای اینکه تربیت کنه افراد رو، ولی الان میبینیم که زندان ها نه حکم تربیتی داره و نه حکم بازدارندگی داره. از اون طرف فشاری که داره به زندانی میاره ممکن هستش تخلفات رو بیشتر کنه. چرا جمهوری اسلامی داره به این سمت میره؟ اگر قصدش ارعابه که ترس مردم بیشتر میریزه و بیشتر فعالیت خواهند کرد بعد از زندان. بله، اولا من تاکید کنم به هر حال هر چقدر که بیرون از زندانم مردم در عذاب باشن و تحت شکنجه باشن قابل قیاس نیست با اون چیزی که درون زندان هست. در زندان به مراتب این شرایط سخت‌تره برای اینکه کاملا دیگه در دست حکومتیان، در دست زندانیان هستن. در خارج که در به هر حال در رابطه با سوال شما، خب جمهوری اسلامی در شرایطی هستش که راه پس و پیشی برای خودش قائل نیست، بنابراین سعی میکنه بر همون روالی که تاکنون عمل کرده ادامه بده در حوزه‌های مختلف از جمله در رابطه با پوشش اجباری و غیره. و در این رابطه هم همینجوره، خب میخواد قصد ارعاب داره برای اینکه میدونه و خودشون بارها اعلام کردن که کوچکترین عقب نشینی اگر انجام بشه تبعات جدی داره و در این رابطه میخوان دست به عقب نشینی نزنن، ولی که جامعه امروزین ما کاملا متفاوته نسبت به حتی یک سال پیش قبل از این خیزش زن زندگی آزادی و مردم به رغم اون راه خودشون رو طی میکنن و این ارعاب ها، این فشارها در اساس تأثیری نداره و باید قطعاً
در انتظار موج دوم این خیزش باشیم و به خاطر همین هستش که ما ترسان خودمون رو در مقابل سازمان ملل متحد که امروز 516 روزش است ادامه میدیم، به خاطر اینکه مطمئنیم این خیزش به زودی موج دومی خواهد داشت. آقای دکتر، احکام دوگانه‌ای در جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف به خاطر مرگ یک بسیجی که در حال تهاجم بوده و دیگران دفاع کردن خودشون، چندین جوان رو اعدام میکنن. از اون طرف یک رفتگر یا پاکبان به عبارتی رو از پل میندازن پایین به بهانه اینکه فکر کردم داره به پرچم توهین میکنه. قوه قضاییه چه توجیهی داره در قبال این تناقض‌هایی که در احکامش وجود داره؟ قطعا هیچ توجیهی نمیتونه داشته باشه، ولی این روال تمام حکومت‌های دیکتاتوری هستش که در واقع بین خودی‌ها و غیر خودی‌ها تفاوت جدی قائلن، برای اینکه اونها می‌خواهند که بازجوهاشون، زندانبان‌هاشون به همون روش سرکوبگرانه ادامه بدن. اگر که اونها رو مورد بازخواست قرار بدن، اگر اونها رو در واقع از مسئولیت قضایی برخوردار نباشن، اون چیزی که بهش ایمپیونیتی میگیم، طبیعیه که تردید میکنن در رابطه با انجام سنگدلی هایشون که مدام در حال انجام اون هستن. بنابراین برای تقویت اونها، برای اینکه روحیه اونها تقویت بشه و در این رابطه ادامه بدن رفتارشون رو، بنابراین به اونها هیچ حکم در واقع جدی نمیدن. اگر بتونن در واقع موضوع رو لاپوشانی میکنن، و اگر هم نتوانن احکام بسیار سبکی رو برای اونها قائل هستن، رحیم هستن نسبت به اونها و سعی میکنن که در واقع در اولین فرصت اونها رو آزاد بکنن، و در مقابل کسانی که با اونها مقابله میکنن در حتی یک شعار، نمونه برخورد با سپیده قلیان رو ببینیم، به بس اینکه آزاد میشه کافیه که یک حرکت اعتراضی بکنه و او رو ببرن به زندان و مدت‌ها در زندان نگه دارن. وقتی که یک با این کسانی که مصمم هستن در برخورد با اونها، در برخورد با نقض حقوق بشر، اونها رو احکام سنگین و سنگین‌تر میدن و درون زندان براشون احکام جدید صادر میکنن. این روشی هستش که تمام دیکتاتورها دارن و جمهوری اسلامی در این رابطه از اونجایی که خودسرانه‌تر هم عمل میکنه دیگه بالاترین دست رو داره متأسفانه.